23 را تماشا میکنید. امشب هم به بررسی دیروز و امروز یکی دیگه از مدعیان فعالیت سیاسی کشور و آخر و عاقبت این بازی‌های سیاسی میپردازیم. تو دفتر تحکیم وحدت فعالیت رو دانشگاه‌ها شروع کردن، ولی خب بیشتر فعالیتشون خارج از دانشگاه بود، چون از اول در یک فضای خارج از فضای جمهوری اسلامی ایران سیر میکرد. اندک زمانی تأمل کافی است تا دریابیم که چه شد رئیس ستاد دانشجویی یکی از سران اصلاحات که سمت‌های فراوانی با عنوان مشاور ویژه در دستگاه‌های دولتی طی دوران اصلاحات داشته، این چنین مورد توجه خاص رسانه‌های وابسته به سازمان‌های غربی و آمریکایی قرار گرفته باشد. در سال 76 اون نگاه اصلی حامیان اولیه مشوقین اون به کاندیداتوری لزوما پیروزی در انتخابات نبود، راه اندازی یک حرکت اجتماعی بود. البته در غبارآلود آن سالها که وی سعی داشت به هر نحوی بیشتر در ارگان‌های دولتی نفوذ کند، بعضی واقعیت‌ها هویدا شد. در کنفرانس برلین به صورت غیر قانونی و بدون اجازه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت شرکت کرد. زمانی که با حضور در کنفرانس برلین و همراه تعدادی دیگر از هم‌قطارانش به صف نیروهای ضد انقلاب، همجنس باز و رقاصه حاضر در این کنفرانس پیوست. در اونجا علی افشاری با توجه به اینکه غنای فکری نداشت، خیلی زود از حرفای خودش عدول کرد و حاضر به اعتراف شد. تغییر ماهیت در میگشه که اساساً پرتشان به حکومت دارید تغییر به بود اسلامیت. و حالا نوبت فرار است. با وجود اینکه تمام خط قرمزهای نظام رو سعی کردن بشکنن و زیر پا بذارن، و میبینیم که در آخرین روزهای دولت آقای بورس گرفت و به کشور از کشور خارج شد. علی افشاری در این حال که ممنوع الخروج بود، با دختر فریبا داوودی مهاجر به تگزاس میرود و پس از مدت کوتاهی اقدامات خود را در جهت براندازی جمهوری اسلامی آغاز میکند. دانشجویان حق طلبی که امروز از ایران به دامان آمریکا پناه آوردن، قطعا از حمایت‌های سنای ایالات متحده برخوردار خواهند شد. از مهمترین این اقدامات حضور وی به همراه اکبر اتری یار دیرینه‌اش در سنای آمریکا است و سخنانی که اثباتگر عمق نفرت افشاری از نظام اسلامی ایران است. سخنانی که امروز میتوان اسنادش را در هر سایت و وبلاگی که معاند آرمانهای ملت ایران است به راحتی پیدا کرد. او در سنا با ایراد سخنانی ضد ایرانی سعی میکند تا آنجا که میتواند برای ضربه زدن به استقلال، هویت و باورهای مردم ایران بکوشد. این متن مذاکرات کمیته تخصصی سنا با افشاری در دیدار با جمعی از اعضای سنا از جمله سناتور سنتروم است که در بخش کمیته روابط خارجی سایت رسمی سنای آمریکا منتشر شده است. سناتور ریک سنتروم: شما به عنوان یکی از مسئولین ستاد انتخاباتی دولت اصلاح طلب در ایران فعالیت می‌کردید. به نظر شما مهمترین عاملی که می‌توان به تغییر نظام ایران برسیم، تغییری که با خاص مردم ایران انجام شود، چیست؟ علی افشاری: اکنون فضا در ایران برای تغییر مناسب نیست. ما باید ابتدا به بی‌ثبات سازی مشروعیت دولت و حکومت بپردازیم و بعد به صورت طبیعی فضایی به وجود خواهد آمد که پروژه رژیم چنج محقق می‌شود. سناتور ریک سنتروم: نفوذ مذهب اسلام را در بین مردمتان چطور می‌بینید؟ آیا دین و مذهب به تغییر رژیم ارتباطی دارد؟ علی افشاری: بله، 100%. اگر مردم ببینند دولت اسلامی نمی‌تواند دولت ایدئالشان را تحقق بخشد و هر قطع نابسامانی‌های جدید در حوزه‌های مختلف را مشاهده کنند، به تدریج از مذهب اسلامی خودشون نیز روی گردان میشن. و البته فراموش نکنید تمام این موارد باید با تبلیغات رسانه‌های بین المللی هم باشه. در کلکسیون آنچه که افشاری بدان افتخار میکند، عضویت در مؤسسه‌ای به نام خانه آزادی نیز به چشم می‌خورد. اینجا سایت خانه آزادی است که مدیران آن در تیتری چشمگیر از افشاری که سابقه فعالیت با این مؤسسه را دارد با عنوان مدافع دموکراسی یاد می‌کنند. مدیر این خانه به اصطلاح آزادی فردی است به نام پیتر آکرمن، کسی که نشریات آمریکایی همواره در مصاحبه‌های خود با وی به عنوان یک عضو سازمان CIA یاد کردند تا یک مدیر سازمانی آزادی خواه. افشاری برای ضربه زدن به کشورش به صحبت در مورد دستاوردهای هسته‌ای پرداخت و خواستار فشارهای همه جانبه به میهنش برای متوقف کردن روند پیشرفت می شود. The government use nuclear issues to empower itself. Diplomatic pressure or some economical pressure. و حالا سال 88 است.
انتخابات ایران باز دستاویزی شد برای افشاری. اینکه چرا در سال 88 وارد انتخابات میشه خودش جای سوال هست. وی ابتدا با شعار تحریم انتخابات پا به عرصه گذاشت. این انتخابات نه انتخابات آزادیه، نه انتخابات منصفانه. در مرحله بعدی نقشه شوم فتنه‌گران برای براندازی بر اساس آموزه‌های جین‌شار با موضع شرکت در انتخابات و جانبداری از کاندیداهای خاص، آن هم از زبان علی افشاری، در بنگاه سخن‌پراکنی بی بی سی کلید می‌خورد. او همچنین برای عملیاتی کردن مراحل بعدی تئوری کودتای مخملی جین‌شار و برهم زدن حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن اعلام آمادگی می‌کند، اما غافل از اینکه حرف‌های او و اربابانش توسط مردم به سخره گرفته می‌شود. بابا تحلیلگر این منطقه است، من ارادت دارم بیا خواهش می‌کنم به مناسبت 22 بهمن با توسط اینکه افتاد 22 بهمن کاملا در ایران متفاوت با مناسب در سالهای گذشته هست، ما هم می‌خوایم اینجا و فضای ما را همیشه که به سهم خودمون اما این بی‌ثباتی افشاری باز کار دستش داد، چرا که پس از 22 بهمن ناامیدانه در مصاحبه با رسانه‌های ضد انقلاب گفت جنبش ما به اهدافش نرسید و ترس هم می‌رود که با اضمحلال روبرو شود. در یک مقطعی لازم بود که از ایشون استفاده بشه، خیلی زود در این بازی تاریخ مصرفشون تمام شده و حالا افشاری در تگزاس به حیات جیره خارانه خود ادامه میدهد و با ترس اینکه نکند روزی اربابان آمریکاییش این مهره سوخته را از خود برانند عمر سپری میکند.